دارم میرم مو بکارم. سلام سلام سلام، احوال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خدا رو شکر. گفتم 4 ماهگی کاشت مو رو براتون بذارم، چون یه سری تغییراتی حاصل شده که دونستنش رو میخوام با شما به اشتراک بذارم. من تا حدود 1 ماه پیش که کاشت مو 3 ماهگی رو برای شما گذاشته بودم، تمام سرم بی‌حس بود همچنان، یعنی تمام اینجاها بی‌حس بود، ولی الان بعد از گذشت 4 ماه از کاشت مو یه ذره اینجا هم حسش برگشته. وسط مو متاسفانه هنوز اینجا این وسط سر بی‌حسه، ولی بیشتر جاها دوباره حسش برگشته. و یه چیزی هم که بهتون بگم، وقتی دست میزنم بهش یه حس دردآوری داره که مثل اینه که چجوری براتون بگم، مثلا زانوتون خورده لبه یه تیزی میزی چیزی، بعد از گذشت 3 روز 4 روز دیدین دست میزنین به اونجا، یه تیری میکشه، یه درد خاصی داره. الان به جاهای مختلف سرم که دست میزنم اون درد رو احساس میکنم. درد شدید نیست، مثل درد یه ضرب خوردگی کهنه است. و این حالت ظاهرا نرماله، واسه همه پیش میاد. تا 1 سال هم این دوران نقاهتش تقریبا طول میکشه تا شما دیگه جای زخمایی که توی سرتون بوده رو حس نکنید، یعنی اون دردی که دست بزنید و مثل قبلن باشه. الان این بغلای سر که حسش خیلی وقت برگشته از جایی که برداشت کردن مو رو، هنوز مثلا اینجا رو که دست میزنم همون دردی که بهتون گفتم، مثل یه زردیدگی کهنه وقتی دست میزنی اونجا درد میگیره. رشد موهام خیلی زیادتر از قبل شده و این به نظرم خیلی حس خوبیه، چون که دارم میبینم دیگه اون یه ذره سفیدی بود این وسط سرم داره اون از بین میره، هنوز کامل از بین نرفته، نمیدونم الان چجوری پیداست یا پیدا نیست، ولی اون داره از بین میره به خاطر اینکه تعداد بسیار بسیار زیادی از دونه های کوچیک مو که تازه دارن رشد میکنن بعد از گذشت 4 ماه که از کاشت موی من میگذره، الان تازه تازه دارن اینا رشد میکنن و تعدادشون هم خیلی زیاده. یعنی اینا وقتی بزرگ بشه تقریبا همون 6 تا 8 ماه طول میکشه که به یه حد نصابی برسه. اصلا شما یه نتیجه باور نکردنی از کاشت مو رو میبینید که میتونید اون موقع تازه لذتش رو ببرید، چون واقعا تا چند ماه پیش خیلی سخت بود واسم، چه دوران عمل که کردم برای من خیلی سخت و دردآور بود، چه دوران نقاهتش، چه بعد از اون که موام شروع کرد توی 3 ماهگی به ریختن. وقتی موام ریخت خیلی قیافم عوض شده بود و تا حالا خودم اون شکلی ندیده بودم، اینم برام خیلی دردآور بود، ولی الان بعد از گذشت 4 ماه تازه دارم یه حس خوب رو تجربه میکنم که خدا رو شکر موها داره در میاد، حالت شکل ظاهری که تقریبا قبلا داشتم و دوباره دارم به دست میارم و این حس خیلی خوبیه. من تو این مدت حدود 4 بار اگر اشتباه نکرده باشم 3 یا 4 بار با ماشین خودم توی خونه موامو همه رو یه دست کردم، چون که موام که اینجا ریخت، اینجا چون که دست نخورده بود خیلی بلند شده بود، بعد نمیشد، یعنی خیلی چیز زشتی میشد. بعد یا 3 بار یا 4 بار درست یادم نیست، من همه رو با ماشین یه دست کوتاه کردم. الان میشه رسما بعد از 4 ماه و خورده ای روز اولین بار که میخوام توی هتل
نوبت آرایشگاه بگیرم، برم موامو یه خورده مرتبش بکنم چون الان نمیتونم فرمی بشودم، نه کار خاصی، هنوز یه خورده زوده، ولی خیلی هیجان زده هستم که دوباره میتونم برم آرایشگاه. بچه ها اگر که سوالی دارین در مورد ویدیوها، اگر که دوست دارین ویدیوها رو برای من کامنت بذارین، لایک بکنید، اگر کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنید، به من انرژی بدین تا براتون بازم ویدیو بسازم. نظراتتون حتما حتما برام بنویسین چون خیلی خیلی مهمه اگر که دوست دارین این کانال ادامه داشته باشه. همیشه با کانال ما همراه باشین. دوستدار شما تو کانال ماچ تیوی محسود هستم. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus. نتیجه هم کاملا راضیم. امیدوارم که هر کسی که بود میکاره مثل من بعدش خوشحال و خوشنود و راضی باشه. من خیلی شما رو دوست دارم. تا برنامه بعدی که فکر کنم برای پنج ماهگی یا شیش ماهگی رو میخوام بذارم، خدا نگهدار. رو بینم.